بله، خب ببینید، در تمام این، بله من یه بخشش رو پاسخ دادم. در تمام این مراحل مالی یعنی یک بخشی از اقتصاد که میگن اقتصاد مالی، داره سعی میکنه که بهره‌وری ایجاد کنه، سعی میکنه که در مصرف منابع صرفه‌جویی کنه. کار مالی صرفه‌جویی در مصرف من، یعنی این، ببینید مدیر شما درک بهتری از مثلا یه مدیر نیروی انسانی دارید. مدیر نیروی انسانی داره چی کار میکنه؟ در سطح ملی میخواد نیروی انسانی بر اساس مهارت‌هاشون در جایی باشن که میتونن بهره‌وری رو بالا ببرن، میتونن تولید بیشتری انجام بدن. مدیر مارکتینگ چی کار میکنه؟ سعی میکنه کیفیت کالا به مدیر تولید بگه و اون کمک کنه کیفیت کالا بهتر بشه، قیمت‌ها پایین‌تر بشه. اینا مدیر مالی هم داره سعی میکنه که کارآمدی وجوه رو، پول رو، هر چیزی که در طول دوره تبدیل به پول میشه، پول و اعتبار رو در داخل مجموعه خودش کارآمد کنه. این یه وظیفه ایست که داره، در سطح ملی هم این وظیفه رو داره. یعنی ما اگه پول رو خوب در اقتصاد بچرخونیم، تولیدات بیشتری خواهیم داشت، اشتغال کم بیشتری خواهیم داشت، بهره‌وری بالاتری خواهیم داشت. این وضعیت هست، این نقش رو مالی داره، این نقش رو از مالی بپذیرید. ولی لازمه اینه که حاکمیت بتونه نظارت خوبی روش داشته باشه. شما اگه بانک خصوصی داشته باشید اما نظارت خوبی روش نداشته باشید، این لزوماً به نفع اقتصاد کار نمیکنه، ممکنه اصلا ضد اقتصاد کار کنه، این کارهایی بکنه که منابع رو ببره چال کنه تو زمین و ساختمان که الان کرده. شما این قیمتای زمین ساختمان، زمین چرا اینقدر رفته بالا؟ برای اینکه پول جای دیگه ای رو نداره، تعریف نکرده جای دیگر در اقتصاد ایران که به اندازه این بخش اطمینان داشته باشه که میتونم بالاتر بفروشه. اما قیمت زمین فرض کنید که 1000 برابر بشه، قیمت زمین 1000 برابر بشه، یه دونه اشتغال ایجاد میشه؟ یه اشتغال ایجاد نمیشه. بنابراین خیلی مهمه این بحث که شما در واقع در داخل اقتصاد منابع رو چجوری بچرخونید، پول کجا خلق بشه. از این نظر خب خیلی مهمه، در سرنوشت مردم خیلی مهمه. قطعاً بخش مالی روی دیگر سکه بخش واقعیه. برای اینکه بخش واقعی اقتصاد، یعنی اشتغال شما، غذای شما، مسکن شما، آموزش شما، سلامت شما تأمین بشه، باید این بخش مالی خوب کار کنه.